سلام برابکس یوتیوب آقا، خوش اومدید به یه دونه دیگه سیکت سهیل. این سیکت سهیل یه جاییه که ما میخوایم باهاش یه 10 دقیقه 20 دقیقه تو روز بگیم، بخندیم، حال و حول کنیم، دوتا چیز یاد بگیریم از هم دیگه و زندگیمونو ببریم جلو بهتر از دیروز. این خلاصه سیکت سهیله. این چه حساب کتابی هم داره، هر گوه میتونه اتفاق بیفته. آقا نه سابسکرایب کن، نه لایک کن، نه کامنت کن، هیچ گویی نخور. اگه دلت میخواد بکنی بکن. این کوچشام که میزنن دینگ دینگ نیای میزنه، من معذرت میخوام، اینا رو ادیتور میزنه، شما ندیده بگیرید. سابسکرایب کنی که ببینم جوام سکس تو هر روز، لطفاً یه کامنت انگلیسی بذار، چون یوتیوب مثل اینکه پاک میکنه. بعد یه دو نفر دیگه هم فالو بکنیم که مثلا چیز بشه، از کمتر احتمال بشه به نظرتون بیرون، چون من روزی 100 نفر 200 نفر رو برمی‌داره یوتیوب و واقعا قلب آدم رو میشینه وقتی میایم میبینیم نیستن. خلاصه این از داستان یوتیوب. آقا یه دونه داستان جالب براتون دارم. یه شانسی که بتونین هر کی این کارو انجام بده 10 میلیون ریال، نه 10 میلیون تومان، هیچ گونه بازی نداره، میگه همه چی راست و واقعی. 10 میلیون تومان جایزه داره. چیه داستان؟ این پشتو میبینستی؟ این تمام شبرهایی که ما خریدیم برای که اینجا چیز بکنیم، یوتیوب ضبط کنیم، هیچ کدومش استفاده نمیکنیم، چون همه چیزی کمه. من یه دونه گوپرو قدیمی دارم استفاده میکنم، یه دونه ساوند که برای چیز گرفتم، برای تو ماشین دیگه. خلاصه حالا این یه دونه ویدیو خواهیم داشت، فکر کنم تا 10 روز دیگه همه وسایل برسه، همه وسایل که رسید یه ویدیو درست میکنم که اینا همه رو باز میکنم و توضیح میدم برای چی گرفتم. چند تا مدل متفاوت داره، تصمیم میگیریم با هم کدوم نگه داریم، هر کدوم نخواهیم پس میفرستم پولام هم میده. تا 3 ماه دیگه میتونم جزامو پس بفرستم، 90 روز، و راجع به اونو صحبت میکنیم، باور میکنیم، قیمتشون رو میگیم، به چه دردی میخورن از این حرفا. ولی واسه بیا حالا این آقا دوستان جایزه اینه، این پاشا نقاشی که توی اتاق میبینی تمام نقاشی پاشاست. من خیلی خوشم به پاشا نقاشی میکشه و این دارم کمکش میکنم بیشتر بکنه، چون که توش خیلی خوبه. این نقاشی اولیه که پاشا کشیده. خب والا یه عکس تمیزشو امیدوارم یه بعد دوباره تلویزیون بذارین ادیتور مشتی ما، هر کی بتونه حدس بزنه. ببین برای هم بگم این الناس، این یکی هم منم که یه دست دراز فقط داره، الناس که اصلا دست نداره، این الناس، این منم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تو اینجا آبجکت برای از من و الانا هست. هر کی بتونه 5 تا از اینا رو حدس بزنه، 5 یا 6 تا خسن رو 8 تا هر کی بتونه 5 تا از اینا رو حدس بزنه اون جایزه رو میبره. هر کی بتونه 5 تا از این آبجکت ها رو توضیح بده چیه، مثلا بگه این چیه، بگه این چیه، این چیه، این چیه، اون جایزه رو میبره. جوابتون رو بنویسین نقاشی پاشا که من بتونم کامنت رو سرچ کنم بیارم بالا، و زیر نقاشی پاشا بنویسین که حتی میدنین چیه. اصلا میگم تقلب کنین، هر کاری میخواییم بکنین بکنین. اول نفری که 5 ششو بتونه حتی بزنه جایزه رو میگیره. برو بریم ببینیم که این اتفاق میفته. تا 1-2 ماه هم نگرش میداریم، اگر تا 2 ماه کسی نتونه حتی بزنه یه برنامه دیگه میذاریم، امیدوارم خودم ببرم بشه. خرس مهربونم میتونه تو این بازی شرکت کنه. اگه نتونستیم حتی بزنیم، اگه به 10000 تا سابسکرایبر رسیدیم، میدیم به یکی از سابسکرایبرها. خوبه؟ آره. یه کسی تو حتی بزنه، حتی بزنه. نتونستم، نتون. خیلی خوب. این از داستان شروع
این سیفت سهیل که این برنامه ماه رو بریم برای اینکه با هم حال حول کنیم. فعلا. خب برمیگردیم به یوتیوب عزیز. خب آقا امروز میخوام راجع به پیرمردی و این چیزا صحبت کنیم. به سن من میرسی سوالی چیزی تو داری خرس مهربون از پیرمردی؟ من خیلی وسط ویدیو من به شب داری یه چیزا یاد آمد قسم میشه. یکی از چیزایی که خیلی جالبه آقا تخمات آویزون میشه، یعنی این بده، یعنی بعد چجوری میفهمی؟ اصلا نمیدونم چجوری، همونجور تخمات قوی و این چیزا هستش، بعد یه روز یه هم میشینی روش بعد اینجوری میفهمی. من یه گفتم خب میدونستم و همچه دارم، گفتم همیشه چیزی میگوشیدم که اینا رو صفر نگه داره همچین آویزون نشن. البته هنوز بعضی ما میکشه بالا، میدونی چرا تخم میکشه بالا پایین خودشو؟ آره میخواد اسپرمامو کیفیتشون رو بالا نگه داره، سردش که میشه به طرف بدن گرم کن خودش رو، گرم شد که آویزون میشه خنک شد که اسپرمامو کیفیتشون بالا باشه. خیلی جالب بود، خیلی خوبه تو دنیای اطلاعات زندگی میکنه. خب آقا چیزایی که جالبه تو سن بالا، گوشیاد یه شروع میکنه مودر بردن خاکسته، هم جدیه یه هم میبینید همه جای گوشیاد بالا میشی ریش میزنی، بعد این هم شروع کنی زدن، بعد اینجا خیلی سخته چجوری نمیزنی، بعد بعضی ما یکی هم نیست میکنی دراز میشه و اینا خیلی زایه است، موهای دماغت شروع میکنه روشی کردن خار فلان. نمیفهم چون بعد وقت مردنستشون موهای سرشون میریزه، بعد موهای گوششون و دماغشون دراز میشه. خب چه حکمتیه؟ یه اونی که کچله باید بگه حداقل موی گوش و دماغ ندارم خیلان راحته، ولی اونا ول نمی کنن. بعد آقا تکون خوردن خیلی امکان داره سخت بشه، و اگر تو سن جوانی ورزش زیاد میکنی اصلا چیز جالبی نیست. ورزش دیسنت اگه مثلا میدی هر روز پیاده روی تو جای صاف، آره داخل عمر دار بده، اگه ورزش سنگین میکنی باشگاه میدی مشوش میزنی فلان میپری خودتو فشار میدی که بهتر بشی، اصلا همچین چیزی نیست. مثل این ماشین که هی گازشو بگی تو تر بدی موتورتو خراب میکنی. بعد دیگه ارزم به حضور، ولی باید خوش باشی، همه فقط ساید خوشحال من رو میبینن، نه به خاطر اینکه ساید خوشحال نشون میدم، واقعا به خاطر اینکه همیشه خوشحالم. حتی تو اون ویدیو بودش که توضیح میدم 15000 دلار باختم، توی اون انقدر ریلکس بودم بابا اومد گفت دمت گرم، من فکر میگم الان قاطی کنی یا دوستو با کسی حرف نزنی یا بد اخلاق باشی، اصلا انگار نه اینگار که اتفاق افتاده. مثلا واقعا همینی که تو این دنیای بازی هستی و داری حال میکنی باید خوشحال باشی، جای ناراحتی نداره. این خب آره دیگه، من ولی خب اگه بخواستم همچی کار کنم میگفتم 300000 دلار باختم، یا نه مثلا 2 میلیون باختم، نمیدونم یعنی 15 تا باختم برشم به تخمم. هرکی باور میکنه واقعا به تخمم، یعنی صمیم قلب دارم، یعنی تای دلم دارم میگم، تای دلم اگه ببینید چیه تخمم، یعنی دارم تای دلم میگم واقعا. خب بخش برعکس تکنیکال دیفیکالتی داشتیم، همه چی خوبه. آقا میخوام یه دونه صدا فرستاده خرس مهربون گوش کنیم. بریم اینو با هم گوش بدیم بریم چیه دستانش. سلام علیکم. سلام آقای هاشمی جان. آقای هاشمی کی رو میخواستی؟ هاشمی رو میخواستم، تو هاشمی هستی؟ آیا هاشمی که؟ ما هاشمی نداریم اینجا. خب چی ایرم تو دهن سگ افغانت داره؟ یک ساعت ما رسو کردی بگو اشتباه گرفتی دیگه. تو مره فوش میدی کونکش که زنگ زدیم بار چنده میتیم شب تماس بگیره هاشمی که کونکش هاشمی کونی یک گفت هم میکنیم
گوشکش پدر سکیریم تو کوش خنده مرکنی کیری خر کنکش کارگر افغانی مظلوم گروزی یه خویهن مادر رو گایش میکنیم درگم فوشش بده قالی پرپر میکنه کنکش مر فوش میدی مر خواب پیدار میکنی لال شدی کنی بابا خواب بوده خیلی خیلی کثیف بود آقا خدایی بادم جونم تو دهن هر کی که افغانی ها بی احترامی میکنه من یه دونه دوست داشتم مادر سگ حرومزاده یه بار من زنگ زد داشت میومد اینجا منم داشتم کارش درست کردم که بیارمش اینجا من فقط کار یه نفر درست کردم به اینجا جب ندیم فردا مسج هم بزنم من بلد نیستم بعد به من زنگ زد گفتش که اونجا افغانی ها کی هن؟ گفتم یعنی چی؟ گفت آدم افغانیتون کی هن؟ گفتم حرف اصلا معنی نداره منظور چیه؟ گفت اگه زنگ بزنی کارگر استخدام بخواه بکنی کی میاد دم در؟ گفتم میتونه ایرانی باشه، میتونه فرانسوی باشه، میتونه افغانی باشه، میتونه ژاپنی باشه، میتونه مکزیکی باشه، میتونه آمریکایی باشه هر کسی که اون کار انجام میتونه بده میاد چه سوال حرف احمقانه میزنی؟ خب پس من میفهم که نمیگم همه ولی میفهم که تو ایران یه سری آدم ها اینجوری فکر میکنن یا مثلا فکر میکنن از افغانی ها بهترن اولا گوسفند و الاغ ما افغانی ها یکیم چون یکی یارو شک کرده اونور یه خط کشیده گفته ما این وریم اون گفته ما این وریم ما جدا نمیشیم اگه تا یه تو باقی وحش وسط مثلا قفس الاغا رو وسطشون خط بکشی الاغا این وره قفس با اول اون وره قفس یکی هن هنوز توی دریز فقط جداشون کردی توی چش خارجی ها من خیلی موقع میشه بیرون که منو میبینه میگه تو افغانی میگم آره بیاز ما میگم تو پاکستانی میگم آره چون تو چش من یه چینی و یه دونه کره ای اونقدر فرق ندارن من فرقشون خیلی خوب نمیتونم بفهمم ولی برای یه دونه چینی کاملا واضحه که فرق چینی و کره ای چیه یا فرق ژاپنی و چینی چیه خب من وقتی اینو فهمیدم که میگم او تو چینی هستی و من کره ای او تو چینی هستی من فیلیپینم او تو چینی هستی و من ژاپنی ام فهمیدم که آقا من نمیفهمم بعد وقتی یکی برایش من گفتش که تو افغانی گفتم آره آقا منم افغانی ام چون تو درست حد سری دیگه دمت گرم تو فهمیدی ما کدوم حیوانایم حالا قفسمون چه جوری جدا شده دیگه تو کاری نداشته باش ولی تو فهمیدی داستان ما مال از کدوم تیکه زمین داریم میاد چون ما تش همه رو کره زمین یه حیوانی دیگه فرق نداره میگه گاو تو فرانسه با گاو تو ژاپن فقط ژاپن نداشته با بگم گاو ژاپن خیلی مثل که کردن کوبی و بگی و ولی کلا حیوان با حیوان فرقی نداره متوجه چی میگم این هم سعی کنی فراموش کنی ایرانی خیلی تو توهم که خیلی ما باحالیم و همه رو دوست داریم ولی اصلا اینطوری نیست ما همسایه اصلیمون که خودمونن رو داریم بهش میرینیم چپ و راست همین صدایی که الان خرس مهربون فرستاد ثابت میکنه اینا یارو مثلا دیدی همین خندیده مثلا واقعا زنده یارو اذیت کنه اونم ببین چقدر دلش پر بود از سپه پیامش بدتر بود برای همین نکنین این کارو جون مادرتون امروز هر کی افغانی بره بشه میگم معذرت میخوام به خاطر اینکه مامان بابام احمق بودن و فکر کردن شما مثلا از اون کمترین دمتون گرم کشور ما شما ساختین ببخشید که کشورتون به هم ریخته و بی خانمان شدین خدایی این خیلی ضعیفه که این کارو میکنه ایرانی هم همتون تبعهم ما مهمون نوازیم آدم خارجی بیاد دوستش داریم نه شما خایمال این کار کستا یکی بیاد با چشاش رنگی باشه و بنز بیاد میفهمین پولدار خانوادهشو میکنین اگه مهمون نواز بودیم به افغانی ها میرسیدیم من یک نفر تو زندگی وقتی ایران بودم ندیدم با افغانی خوب باشه دیدم مثلا تای قداش بمونه بره بده بهش ها و ندیدم مثلا هر شب افغانی بیا آقا بیا سر میز ما بشیم با هم شام میخوریم من ندیدم اگه شما دیدین اون کسی رو دیدین تخماشو ببوسین مثلا واسه این که چیزی من تو زندگی ندیدم خیلی واقعا این داستان رو یاد من اون داستان یاد دوستم انداخت گفتم اینا الان بگم یه فرهنگ سازی بکنیم به خدا همین چهار نفر که این ویدیو ما نگاه میکنن باز به چهار نفر راه بدن هشت نفر آدم شدن حالا میخوام اینو بگم که این داستان این کادویی که صحبت کردیم چیه من تو یه سری چند تا چیز دارم زیادم نیستم شاید در 20 است که برام جالبه اونا رو میخوام بیام وقتی که این جعبه رو باز کنم اینجا خالی میشه دیگه میخوام اینا رو بیارم بذارم اونجا هم باشه چون خاطراتمه هم که فکر میکنم همه حال کنیم این عینکو سال 2003 علیرضا جی جی به من کادو داد بخاطر اینکه دیگه نمیخواستش بعد من فرانسه بودم با
گفت من اینو نمیخوام، تو میخوای؟ گفتم آفکورس میخوام. بعد داد به اینه که علیرضاست، امیدوارم اگه این اپیزود رو نگاه بکنه یادش بیاد. بعدم نیست بالاش فریم نداره، فریمش فقط پایینه. اینا که جالبیه، دستش از پایین اومده. آره دستش از پایین میاد. خب این دیگه ازم میزنم پشتم، هر دفعه یه چیزی میذاریم و بریم جلو. این از این چیز کردن این. بعد هر دفعه هم که دیگه بیایم اینجا یه سوال جواب بدین. حالا سوالاتون رو میتونین تو کامنت اینجا بذارین، بگین که آقا هر چی سوال هر چی دلتون میخواد بپرسین. من ناراحت میشم مثلا فوشی هم باشه باشه من اینا من جواب میدم. میدونی من هر سوالی رو جواب میدم، ناراحت نباشیم میام بپرسیم با هم میخوام حال کنیم. داستان عشق و حاله. خب بذارم برم توی این یارو آرکاری بمون الان، چون تو کامنت ها چیزم یه کامنت بود اون روز گفتی خیلی خنده دار بود، اونو بگو تا من اینو میارم. یکی از دوستان از یه دوستان رو نده شغل شغل ما رو رو نده. اگه ویدیو قبلی رو نگاه نکردین خیلی بامزه است، راجع به این که چجوری تو دام دختره پتیره نیفتید. بعد یکی خانم بانوی عزیزی مسئله زده که شغل ما رو لو نده. خب آقا سوالی که اومده، میدونستی دوست داری؟ قرومت برمی سوال نبود بدش. قد و وزن چند همون سوره واقعا، یعنی سوال میخواه سر قد و وزن من چیز کنیم و قدم 1.90 وزنم هم 117 کیلو دارم سعی میکنم بیارمش پایین. دو رقمی نه ها، من بالای 3 رقمی 100 خورده ولی الان 117. حالا ببینیم بعدا چرا میشه. این سوال امروز خیلی صعبه رو سوال بده سایت شنبولان سانسو شنبولان رو انتخاب کرده. خیلی خب این یه برنامه دوباره میگم ما تو شروعیم، از همه معذرت میخوام واقعا. من خودم برنامه نگاه میکنم وقتی خود جالب نیست و زیادی زیر میزنم شب مثل همین الان یه خود ناراحت کننده است، ولی دیگه دارم یاد میگیرم، دیگه دارم یاد میگیرم همونجوری که یه چیزی داریم با هم یاد میگیم. میگه من یه تجربه هم به شما میگم، به دردتون شب بخور تو زندگیتون، منم یه دونه چیز میگم. ویدیوی بعدی هم راجع به بیزنسه که چرفتی میخواییم پول در بیاریم، نه چجوری پول در بیاریم. من راجع به بیزنس خودم صحبت میکنم، از اولین بیزنسم تا همین الان چند تا طول بکشه رو نمیدونم، ولی هر چند وقتی بار یه دونه اپیزود بیزنسی میدیم، اسمش از سیکت سوهل پولی یا سیکت سایل اقتصادی هرچی که بخواییم، ولی معلومه دیگه راجعه اون پوله. میگه من میام بیزنس اولم چی بود، بیزنس دوبارم چی بود، خیلسته مهرانم سوال میپرسه، هر سوالی که داشت براش جالب بود میپرسه و جواب خیلی داده میشه. ولی امروز چی کار میکنم باید بایستیم تو بفهم چی کار میکنم. من خیلسته مهرانم بیکارم میگنم. آره دیگه خیلی خوب آقا، خیلی خوشحال شدم. لطفا کامنت بذارین به من بگین چه گویی بخورم، چی بده چی خوبه، به خیلی برای من هر چه دوستانی فوش بدین فوش بدین. آقا تلگرام هم بیاین به خاطر اینکه میخوایم اونجا با هم صحبت کنیم، چیزه خصوصی و آیدی ها اینا اونجا عالیه. اگه کسی حال میکنه کانکت کنه با هم دیگه این برنامه بعد ما سکس صدایی داشته باشیم و حرف بزنیم، بیاین تو تلگرام هم یه مسیجی برامون بذارین. دمتون گرم، همه این شروره هم که میخواین توی دیسکریپشن هست. قربونتون، روز خوبی داشته باشین. مرسی علیرضا واسه این یادگاری، تقریبا داره میشه 20 سالش. بای.